سلام، بردیا جلالی هستم. به اتفاق همکارانم شما را در جریان مهمترین خبرهای روز ایران و جهان قرار می‌دهم. وزیر اقتصاد: نیمی از درآمد نفت به خاطر تحریم‌ها حاصل نشده است. علی مطهری: سخنان جنتی درباره موسوی و کروبی وجاهت قانونی ندارد. نماینده ارومیه در مجلس: مشکل دریاچه ارومیه با همایش و سمینار حل نمی شود. علی اکبر صالحی می گوید ایران اجازه سرنگونی اسد را نمی دهد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است ایران، چین و روسیه به دولت‌های غربی اجازه نمی‌دهد برای سرنگونی قهری بشار اسد در سوریه مداخله کنند. به گزارش پایگاه خبری عربی پرس، آقای صالحی همچنین هر گونه مداخله نظامی و کمک تسلیحاتی برخی کشورهای غربی و عربی به مخالفان حکومت سوریه را محکوم کرده است. به گفته آقای صالحی، اقدامات و برنامه‌ریزی کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه بر ضد سوریه چیزی به جز نقض آشکار توافقنامه‌ها و ارزش‌های آسمانی و زمینی نیست. در همین زمینه گفتگوی انجام دادیم با آریا برزن محمدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که با هم میشنویم. این نشون میده که آقای صالحی از درک واقعیت موجود گویا عاجز هستند، به این خاطر که بعد از حدود 2 سال که از بحران سوریه میگذره و بعد از حدود 1.5 سال که از جنگ داخلی در اون کشور میگذره و در حالی که مخالفان وارد شهر دمشق شدن و تقریبا میشه گفت 1/4 شهر دمشق رو هم در دست گرفتن، الان دیگه یک همچین صحبتهایی بلا موضوع به نظر میرسه، چون به نظر میرسه که تا چند هفته دیگه دمشق هم به صورت کامل از کنترل اسد و هوادارانش بیرون بیاد. اما خب از طرفی به نظر میرسه که همونطور که در صحبت‌های آقای صالحی اومد و همچنین در صحبت‌های آقای فیروزآبادی در مورد نصب موشک‌های پاتریوت در ترکیه، نگرانی مقامات ایرانی بیشتر از اینه که این موشک‌ها هدفش ایران باشه نه ترکیه و یک جور مقدمه چینی برای مثلا حمله نظامی به ایران یا محاصره بیشتر ایران باشه. طبیعتا در این صورت میشه صحبت‌های آقای صالحی رو یک جور در واقع فهمید و درک کرد، ولی اگه در واقع در مورد سوریه باشه واقعا نگرانیشون همونطور که گفتیم هست بسیار متناقضه، چون خب طبیعتا خب وقتی ایران و سوریه از یک طرف منازعه در واقع حمایت میکنن، چطور از کشورهای دیگه انتظار دارن که از طرفهای دیگر یا طرف دیگر منازعه هیچگونه حمایتی نکنن. فیروزآبادی میگوید غرب برای یک جنگ جهانی برنامه ریزی میکند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه را آتش افروز خواند و از آمریکا و اروپا خواست پاتریوت‌ها را از این منطقه جمع کنند. سرلشکر حسن فیروزآبادی در جمع فرماندهان عالی رتبه نظامی در دانشگاه دفاع ملی گفته است ایجاد سامانه موشکی پاتریوت در مناطق مرزی ترکیه به منظور دفاع از اسرائیل در برابر موشک‌های ایرانی و نیز جلوگیری از حضور روسیه برای دفاع از سوریه صورت می‌گیرد. احمد منتظری از مراجع خواست تا درد دل خانواده زندانیان سیاسی را بشنوند. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در نامه خطاب به مراجع تقلید از آنان خواست تا نمایندگانی را برای شنیدن درد دل خانواده‌های زندانیان سیاسی و آگاهی از ستم‌هایی که بر آنها می‌رود بفرستند. آقای منتظری همچنین از مراجع خواسته است مسئولین نظام را از آه مظلومین باخبر سازند و آثار ظلم و فشار بر زندانیان و خانواده‌های آنان را گوشزد کنند.
آیت الله بیات زنجانی به ضرب و شتم مادر ستار بهشتی اعتراض کرد. به گزارش وبسایت دفتر آقای زنجانی، این مرجع تقلید قتل ستار بهشتی در زندان را حادثه تلخ خوانده و گفته است شنیده شده که در یکی از شهرهای استان تهران با خانواده جوانی که متاسفانه به دلیل رفتار نامناسب در دوران بازداشت از دنیا رفته برخورد زشتی صورت گرفته است. آیت الله بیات گفته است رفتاری که با خانواده ستار بهشتی شده است هیچ نتیجه‌ای به جز زیر سوال رفتن اعتبار نهادهای دستور دهنده نخواهد داشت. در مورد اظهار نظر آقای منتظری و آیت الله بیات زنجانی، گفتگوی با آقای محمد جواد اکبرین، دینپژوه و سردبیر راه دیگر انجام دادیم که با هم میبینیم. نامه‌ای که به تازگی از سوی فرزند مرحوم آیت الله منتظری در رسانه‌ها منتشر شد و اظهاراتی که آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید در حاشیه درس خارج فقهشون مطرح کردند، دو نکته مشترک داره. یکی هشداری است که به کسانی میدن که دغدغه دیانت و ایمان مردم رو همچنان دارند و بیش از اون که دلنگران قدرت و نظام حاکم بر کشور باشند، دلنگران دیانت مردمند. و نکته دومی که بچه مشترکشون هست، لحن محتاطانه و بسیار در واقع با احتیاطی است که در طرح مطالبشون به کار میبرند. درباره نکته نخست، آقای احمد منتظری حرف از سنت بیرحمی به میون میارن و هشدار میدن که مبادا شما بنیانگذار سنت بیرحمی با دیگران باشید، با خانواده زندانیان باشید. اتفاقی که به تازگی آقای قدیانی هشدار داده بود که پیشنهادی که زندانبان و اون بازجوی سپاه به خانواده آقای علیرضا رجایی داده بود و از همسر آقای رجایی خواسته بود که از ایشون طلاق بگیره، یا بلایی که بر سر خانواده ستار بهشتی آوردند و در روز چهلومش مادر و خواهرش رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، این وقتی مطرح میشه، این اخبار منتشر میشه، مدتی از انتشارش میگذره و باز تکرار میشه، پایه‌گذار یه سنتی میشه که آقای احمد منتظری نسبت به این سنت هشدار میده، میگه کاری نکنید که باب بیرحمی رو به نام شما باز بکنند و سند بزنند و عادی بشه برای مردم اینکه شما چنین جماعتی هستید و همه اینها رو به پای دین بگذارند. این نکته در سخنان آقای بیات زنجانی هم پررنگ هست، استناد میکنند به روایات، آیات و هشدار میدن که چه سودی از این رفتار عاید شما میشه. اما نکته دوم که عرض کردم، بسیار محتاطانه حرف میزنند به خاطر این هست که جریانهای اطلاعاتی و نظامی حاکم بر حوزه علمی قم و به طور مشخص در تیپ 83 امام صادق که یک سری از روحانیان رو به جای اینکه برخلاف اسم و رسمشون درس بخونن، اونجا اونها رو استخدام میکنن، آموزش نظامی میدن، آموزش های امنیتی میدن، برای روزهای نگه میدارن که اگر مراجع و روحانیان از حدود تعیین شده توسط نظام به عنوان مصالح نظام خارج شدن و انتقادهای اونها متوجه حاکمان جمهوری اسلامی شد، این جماعت فعال بشن یا بلایی رو به سرشون بیارن که بر سر بیت آیت الله منتظری آوردن. وزیر اقتصاد اعلام کرد ایران نیمی از درآمد نفت را به دلیل تحریم‌ها از دست داده است. شمس الدین حسینی از وصول تنها 50% درآمد نفتی در سال جاری خبر داد و در عین حال مدعی شد دولت با مدیریت منابع و مصارف اولویت نخست را به پرداخت حقوق و دستمزد و تخصیص یارانه به کالاهای اساسی و دارو می‌دهد. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای حسینی در مورد بودجه عمرانی هم گفت دولت تصمیم گرفته منابع اعتباری را به طرح‌هایی که در شرف پایان است اختصاص دهد. و حالا اخبار کارگری امروز. رئیس خانه صنعت گلپایگان
ادامه روند فعلی صنایع گلپایگان را با خطر تعطیلی مواجه می کند. نماینده کارگران شرکت تراورس به دلیل نداشتن امکانات گرمایشی 2 سال است که هنگام کار از سرما می لرزیم. رضا شهابی فعال کارگری که در زندان اوین به سر می برد برای درمان به بیمارستان امام خمینی منتقل شد. سر کارگر ساختمانی هنگام کار داخل آسانسور گیر کرد. شهناز سوگند همسر علی نجاتی از فعالان کارگری مورد بازجویی قرار گرفت. گروه‌های مخالف در مصر درخواست رأی‌گیری مجدد کردند. جبهه نجات ملی که در آن گروه‌ها و احزاب مخالف محمد مرسی رئیس جمهوری مصر گرد هم آمدند، در بیانیه خواستار تکرار مرحله نخست همه پرسی را مطرح کردند. این ائتلاف اعلام کرده است درخواست خود را در حمایت از درخواست سازمان‌های حقوقی مصری مطرح می‌کنند. سازمان‌های حقوقی مصری از جمله سازمان‌های مدافع حقوق بشر از دریافت حدود 5000 شکایت درباره تقلب در روند رأی‌گیری خبر دادند. این در حالی است که آمار اولیه غیررسمی از حدود 56% رأی آری شهروندان مصری به پیشنویس قانون اساسی در مرحله نخست همه پرسی حکایت می کند. البته نتایج رسمی هفته آینده پس از برگزاری مرحله دوم همه پرسی اعلام خواهد شد. درگیری‌های سوریه به اردوگاه آوارگان فلسطینی کشیده شد. آتش درگیری‌ها در دمشق پایتخت سوریه میان نیروهای دولتی و مخالفان این کشور اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک را هم فرا گرفت. ظهر امروز جنگنده‌های ارتش سوریه دست کم 2 موشک به سمت اردوگاه یرموک شلیک کردند. با وجود درگیری‌های گاه به گاه در اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک، اما این نخستین بار است که این اردوگاه هدف حمله هوایی جنگنده‌ها قرار می‌گیرد. یاسر عبدالربه از رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه را مسئول این حادثه دانست. شامگاه گذشته یک فرودگاه نظامی در شهر پیشاور پاکستان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. یک مسئول در دولت محلی پیشاور به خبرگزاری رویترز گفته است که مهاجمان از اسلامگرایان تندرو بودند. شامگاه گذشته 5 فرد مسلح پس از منفجر کردن دیوار بیرونی فرودگاه نظامی پیشاور با یک خودروی بمبگذاری شده با نگهبانان فرودگاه درگیر شدند. در نهایت 5 مهاجم مسلح توسط نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. گروه طالبان پاکستان اعلام کرده است که 10 مهاجم انتحاری را برای حمله به فرودگاه نظامی پیشاور اعزام کرده است. بیم آن می رود که با سرنگونی نظام بشار اسد تمام ارگان‌های این کشور از هم فرو بپاشد. اعضایی از ائتلاف ملی مخالفان نظام سوریه به دلیل نگرانی از فروپاشی سوریه گروهی با نام تجمع ملی آزاد تشکیل دادند. تجمع ملی آزاد شخصیت‌هایی را در بر می‌گیرد که پیشتر از مدیران نظام بشار اسد بودند، اما در جریان اعتراض‌ها اعلام جدایی کردند. هدف از تشکیل این گروه حمایت از ارگان‌ها و نهادهای کشور و مدیریت آنها در صورت سرنگونی نظام بشار اسد است. احتمال دارد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جان کری به عنوان نامزد پست وزارت امور خارجه به سنا معرفی شود. جان کری نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 بود. پیشتر اوباما سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد را برای تصدی پست وزارت امور خارجه معرفی کرده بود. اما انتقادهای بیرحمانه نمایندگان حزب جمهوری‌خواه از رایس باعث شد از او تصدی پست وزارت خارجه انصراف دهد. و حالا آن سوی میله‌های زندان. از درمان میرطاهر موسوی نماینده مجلس ششم که در زندان به سر می‌برد جلوگیری شد. سعید مدنی از انفرادی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
سه زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان ارومیه اعدام شدند. 11 عضو عرفان حلقه در شاهرود دستگیر شدند. مادر سعید زینالی: 14 سال است از فرزندم بیخبرم. 117 روزنامه‌نگار در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه از وی خواستند تا از حقوق علیرضا رجایی دفاع کند. نگارش این نامه به دنبال انتشار نامه ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی به رئیس قوه قضاییه ایران است که در آن از فشار ماموران به خانواده آقای رجایی انتقاد کرده بود. امضا کنندگان این نامه نوشتند این خواست زیادی نیست که حریم خانوادگی و حقوق انسانی و شهروندی خانواده یک روزنامه‌نگار که به هر دلیل در زندان است از هر تهدید، تجاوز و خشونتی مسئول بماند. مطهری در نامه خطاب به جنتی گفته است سخنان شما درباره موسوی و کروبی وجاهت قانونی ندارد. علی مطهری نماینده تهران در نامه سرگشاده به احمد جنتی سخن او را که گفته بود امکانی برای حضور فتنه‌گران در صحنه انتخابات وجود ندارد نقد کرده است. آقای مطهری از آقایان موسوی و کروبی مثال آورده و نوشته است از آنجا که این دو نفر در هیچ دادگاه صالحه‌ای محاکمه نشده‌اند، مجوز قانونی برای رد صلاحیت آنها وجود ندارد. آقای جنتی پیش از این گفته بود کسانی که در حوادث سال 88 و پس از آن نقش داشتند، حق حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده را نخواهند داشت. و خبر دیگر این که سید رضا اکرمی هم به اظهارات اخیر احمد جنتی واکنش نشان داد. عضو جامعه روحانیت مبارز گفته است اعضای شورای نگهبان چه در قالب شورا و چه به صورت فردی نباید پیش از آغاز انتخابات به این مسئله بپردازند، چرا که معتقدم چنین جبهه‌گیری هایی که جنبه قانونی ندارد فضای بدی را در جامعه ایجاد می کند. اکرمی گفته است مقامات و مسئولانی که از طریق ثبت نام کاندیداها و به وسیله تایید صلاحیت‌ها همواره یک سوی انتخابات هستند نباید پیش از انتخابات در این مورد اظهار نظری داشته باشند. بانک مرکزی بزرگترین مانع واردات دارو است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کمبود شدید ذخایر دارویی بانک مرکزی را بزرگترین مانع اختصاص ارز به حوزه سلامت خواند. از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز بانک مرکزی را به تعلل در تامین ارز دارو متهم می کند. کمیاب و نایاب شدن برخی از داروها و تجهیزات پزشکی از ماها پیش به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان ایران تبدیل شده است. و حالا یک جمله و یک خبر. سردار احمدی مقدم: سفره خانواده‌های پرسنل ناجا در خطر نیست. اسدالله بادامچیان: بخش کمی از مردم مشکل مالی دارند. محمد رضا رحیمی: تا احمدی نژاد هست وحید دستجردی هم هست. پرویز پرستویی: پرکارترین هنرپیشه بیکار هستم. حقیقت پور نماینده مجلس: احمدی نژاد برای سپاه تعیین تکلیف نکند. علی اکبر ولایتی: اتحادیه اروپا از نظر سیاست خارجی صفر است. معاون وزیر دفاع ایران میگوید تهران مطمئن است که اسرائیل سرتیپ علیرضا عسکری را روبوده است. سرتیپ حسین دقیقی معاون وزیر دفاع ایران میگوید تهران مطمئن است که اعضای سرویس اطلاعاتی اسرائیل 6 سال پیش سرتیپ علیرضا عسکری را روبوده و به اسرائیل منتقل کردند. مقامات ایرانی میگویند سرتیپ پاسدار علیرضا عسکری معاون پیشین وزارت دفاع ایران 6 سال پیش پس از هنگامی که از مقام خود بازنشسته شده بود و در ترکیه در حال تجارت بود ناپدید شده است. اسرائیل
اسرائیل ادعای روبودن علیرضا عسکری را تایید یا تکذیب نکرده است. سپاه مسئول راهیان نور شد. با توافق وزارت آموزش و پرورش و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص آیین‌نامه نحوه اجرای درس آمادگی دفاعی، قرار شد بخش‌هایی از این درس که نیاز به حضور دانش آموزان در محیط‌های نظامی دارد توسط سپاه و با مسئولیت سپاه برگزار شود. در هفته‌های اخیر چندین اتوبوس حامل دانش آموزان مدارس در مسیر بازدید از مکان‌های جنگی دچار حادثه شد که حدود 30 دانش آموز در این حوادث کشته شدند. ببخشید. تصادف اتوبوس ایرانی‌ها در ارمنستان یک کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. مرکز اطلاع رسانی هنگ مرزی جلفا اعلام کرد یک دستگاه اتوبوس حامل مسافران ایرانی شنبه شب در جمهوری ارمنستان به داخل دره سقوط کرد. علت حادثه انحراف به چپ اتوبوس در پیچ تند و ناتوانی راننده در کنترل آن اعلام شده است. هزینه مکالمه با تلفن ثابت در ایران 3 برابر شد. جام جم آنلاین نوشت پس از افزایش 2 برابری هزینه اینترنت و تلاش برای افزایش نرخ مکالمه تلفن همراه، این بار خبر می‌رسد تعرفه‌های مکالمه با تلفن ثابت به صورت پله‌ای تا نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. در این حال تمامی تخفیف‌ها و سیاست‌های قیمتی برای بخش مکالمات در ساعات مختلف روز برداشته شده است. 11 نفر از اعضای گروه عرفان حلقه در شاهرود دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این 11 نفر دستگیر شده همگی زن هستند. عرفان حلقه گروهی انرژی درمانی است که رئیس آن محمد علی طاهری است. آقای طاهری به جرم توهین به مقدسات و مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد. در این رابطه به علت این دستگیری‌ها گفتگویی با حسام آذری یکی از اعضای گروه عرفان حلقه انجام دادیم که با هم می‌شنویم. طی روزهای گذشته در طی ماه‌های گذشته فشارهای زیادی رو بر استاد محمد علی طاهری وارد کردم برای اعتراف گرفتن جدیدی از ایشون که بر مبنای اون اعتراف بتونن مرتد بودن ایشون رو ثابت بکنن و حکم اعدام رو صادر بکنن. به همین منظور فعالیت‌های توسط بچه‌های عرفان حلقه در سراسر دنیا انجام شد که این فعالیت‌ها باعث شد که فشارهای جدیدی رو بر دولت جمهوری اسلامی وارد بیاره و از طی اون دولت جمهوری اسلامی هم برای اینکه بتونه این اختشاشات رو در بین مردم بخوابونه که مردم دیگه سر صدا نکنن مثل اینکه استاد محمد علی طاهری در بند هستن و براشون مشکل ایجاد شده، و همین خاطر شروع به دستگیری هایی رو کردن که بتونن از این طریق مردم رو ساکت بکنن و مردم رو بترسونن تا اینکه مردم هم دیگه از حمایت از کمپینی که ایجاد شده دست بکشن و کنار بیان و دیگه این کار رو انجام ندن. و حالا نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دور جدید برخورد با اراذل پایتخت خبر داد. حسین ساجدی‌نیا با اعلام خبر آغاز دور جدید برخورد با زورگیران و اشرار خیابانی افزود در بحث اشرار، زورگیران و سارقان بهترین نیروها و تجهیزات پلیس پایتخت به کار گرفته می شود. ساجدی‌نیا در ادامه گفته است برخی سایت ها می خواهند کشور را ناامن جلوه دهند و من به عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ عنوان می کنم که افزایش جرایم در کشور نداشته ایم. نماینده ارومیه میگوید برگزاری همایش مشکل دریاچه ارومیه را حل نمی کند.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه دریاچه ارومیه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند گفته است برگزاری همایش بین‌المللی در خصوص احیای این دریاچه به جز تقدیر و تشکر از مسئولان هیچ راهکاری را ارائه نمی‌دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس با یادآوری اینکه احیای دریاچه ارومیه از مطالبات دیرینه مردم در استان آذربایجان غربی است افسوده است انتقال آب شیرین به این دریاچه ماهیت آن را زیر سوال خواهد برد. دادستان تهران از محاکمه متهمان زورگیری به اتهام محاربه خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده زورگیری اخیر در تهران و دستگیری متهمان آن گفته است درباره فردی که در این ماجرا اقدام به کشیدن اسلحه کرده اتهام محاربه و در مورد سه نفر دیگر اتهام سرقت مسلحانه تفهیم شده و به زودی پرونده آنها به دادگاه خواهد رفت. آقای جعفری دولت آبادی در این باره ادامه داد این متهمان جوان و دارای سوء سابقه هستند. ملی پوشان قایقرانی به دلیل مزاحمت خیابانی دستگیر شدند. تعدادی از قایقرانان تیم ملی روینگ به دلیل مزاحمت خیابانی توسط نیروی انتظامی در آبادان دستگیر شدند. به گزارش فارس، اردوی تیم ملی روینگ برای حضور در رقابت‌های اینچون کره جنوبی از 18 آذر در آبادان با حضور 20 ورزشکار آغاز شده است. ملی پوشان پس از مزاحمت در بازار و درگیری توسط پلیس 110 دستگیر شدند اما با توجه به رضایت شاکی آزاد شدند. خب بینندگان عزیز به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. شب و روزتون خوش. Thank you.